اللهم حلی سبور بر اولاغشه، اولاغش هم داره می نویسه و می رود از نجف به کربلا، دیدی آقای داره دنبالش میاد. سلام علیکم، علیکم السلام، علامه حلی کربلا میری؟ آره. میخوای همسفر دنبالت بیاد؟ برو بریم. یه مقدار که آمد مثلوی علمی مطرح کرد، علامه جواب و بحث علمی، علامه حلی با این عرب در گرفت. علامه دید کی؟ کجا بوده؟ کم ملاست، انگار خیلی چیز بلده، خیلی چیز بلده. بحث علمی گفت و شنود و گفت و شنود و گفت و شنود. علامه یک فرع مطرح کرد، امام زمان بر این عرب برخلافش فتوا داد. علامه گفت اگر حدیث داشتیم نظر شما درست بود، ولی چون حدیث نداریم باید به قواعد فتوا بدیم. طبق قواعد حرف من درسته؟ آفهمو بله، اگر طبق قواعد حرف تو درسته، ولی حدیث داریم خلاف قاعده است. گفت نداریم. فرمود داریم. گفت کجا؟ فرمود تهذیب شیخ طوسی جلد اول صفحه 100، تو خورجینه در بیار. درو بردید علامه حلی تهذیب جلد اول صفحه 100 ندیده بوده. خوندید ای الله اکبر، من ندیده بودم. آقا شما کدوم حوزه درس خونده؟ کجای نجفی کربلایی؟ ما همه جاییم، ما همه جاییم. از فرمود از کلام جون آیا در زمان غیبت همینطور که داشتن میرفتن علامه چیزی داشت تکون میداد که اولاغش بره، به علما به حیبون نمیزدن دا، تکون میداد که بره. همینطور که تکون میداد داشتن میرفتن این حدثش افتاد، همینقدر که خورد به زمین تو این تکون دادن و افتادن، گفت آقا در زمان غیبت میشود محضر حجت الله مشرف شد. اوی تازه حدثش افتاد. آقا خمس برا فرمود چطور نمیشمد و حالو که هم اکنون دستش تو دست توست. شمایی پرید پایین افتار پا آقا. از حال رفت و به هوش آمد دید آقا نیست.